نزله على قلب که. و اینا همه اینجا هم مولانا تو همین غزل همین میگه من سهم گوشم رو گرفتم، گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمان هم. یه ذره مسئله ما ایران ما داریم میگیم شنیدن کی بود؟ خلاص خانم مانند دیدن، چون وقتی که آدم میبینه دیگه تمام شک و شبه ها بله کنار میره دیگه، دیگه راحت میشه. و دیدن هم البته شرایطی داره که باید اهلش برای ما بگمن یه بیش از این بلد نیستم. باری اصلا یه نمونه دیگه هم بگم، شما در سوره قدر میگه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، و تنزل الملائکه تو میگه اون شب فرشته ها نازل میشن. این فرشته ها نازل میشن سهم گوشه یا سهم چشمه؟ آره؟ سهم چی ها شما؟ سهم چشم دیگه. شما اگه گفتن آقا مثلا فلان خواننده اومده اتاوا، شما بشنوین که خوب اومده بشن با برید ببینید باش عکس بگیرید، سلفی باش بگیرید، امضا ازش بگیرید، جمالش رو از نزدیک ببینید. این تنزل الملائکه و روح خبری است که گوش شما میشنوه و انگیزه تحریک چشم شما برای دیدن. حالا بیان شما شب قرد چرا بیدارید؟ میان شب قرد خب فرشته ها نازل میشن. گفتن خب کجا نازل میشن؟ میان خونه امام زمان. خب خونه امام زمان به ما چرا بیدارید؟ آقا مهمون دارن بیدار بشن، ما تو خونه ما که کسی نمیاد، ما بریم میخواد. اگر قرار خونه ما هم بیان، تو این فیلم چی بود؟ این آقای بینمکی ساخته بود اخراجی ها، گفت از آسمون داره میاد یه دست هوری همشون کاکل بزرگ و هوری مبوری. حالا اگر قرار یه دسته کوریه گوگوری مگوری بیان یه خونه ما میان، ما بیدار باشیم خب مهمون داریم و پذیره هی قرار خونه مولا نصرالدین دیگه که خیلی شاده و شنگوله بشکم میکنم چه خبره شما؟ گو من اینه میبینه عروس میبرم به ما چه؟ گو خونه شما میارم، گو به تو چه؟ بالاخره اگر قرار خونه ما بیارن ما بیدار باشیم و بشکم بزنیم، اما قرار خونه ما نیام اینه که میخواد بگه نه قرار خونه شما بیام، تو باید بیدار شی و سهم خودت رو بیدی از این دیدار جان بر این مجده گرد جان فشانم به واسط صبح با آقا محمد حسین رفتیم این فستیوال لاله ها، برای بعضی ها من عکسش رو فرستادم نوشتم لاله سلامت میکنند جان را قرامت میکنند، حالا خدا کنه که به دست خانمش نرسی که فلان باشه لاله که سلامت شانس که نداری ما یه بگو منی دعوا میشه خیال میکنم اسمه خانم میگم اصلا. خب ما دیشب خدمت خانم ها و آقایانی که در این جلسه خیلی خوب و محترم بودیم عرض کردیم که دین هدف نهاییش تربیت انسان، تمام این
انبیاء و اولیاء ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب و المیزان، پیغمبر پشت پیغمبر، آیه پشت آیه، معجزه پشت معجزه، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قیام کنن، نه مردم رو وادار کنن. قرآن دوست بگه لیقیم الناس رو، تا انبیا مردم رو وادار کنن که عدالت طلب بشن، نه خود مردم به این رشد برسن که عدالت خوبه، ولو اجرای عدالت شد من وسط ضرر کنم، اشکال نه. الان شما در همین کشورها میبینید که دروغ کمتر میشنوید، کسی دروغ نمیگه، حتی خیلی جایی به ضررشون هم باشه راست میگن، حتی اقل ضررهای کوچولو، چون این حساب میکنه که اگر من الان شما این مثالی که صبح زدیم یا دیروز بیشتر گفته شد، شما این جنس میخریم یه هفته هم میپوشیم صبح بود، بعد میبریم پس میدیم، نمیپذیرن از شما؟ ها؟ میپذیرن. یک از دوستان من میگفت من یه موبایل خریده بودم برای فرزندم، دو سال گارانتی داشت، یک سال و 11 ماه و 22 روز کار کرد، 8 روز مونده بود گارانتیش تموم شه، موبایل خراب شد. ما با کاغذ خریدش بردیم، گفتیم آقا این 8 روز هنوز مونده، باید خراب شد. راحت قبول کرد، گفت با اونش کنم، یه موبایل دیگه ببرد. این اتفاقی که تو کشور جمهوری اسلامی خود بود. امروز بخری فرض ببری، این درس هم که نه، حتما هم شما به برق سپاه زدی، نمیدونم مثلا تو آب افتاده، حتما اصلا اینجا نمی پرسید، میگه آقا خب از در سپاه هست، اونجا از برای اینکه این درم داره دروغ، نتیجه دینداری غیر صحیح. خب این هم ضرر میکنه، یعنی هم از این پس گرفتن ضرر میکنه، اما وقتی در یک اشیاء بزرگتر، در یک فضای وسیع‌تر نگاه میکنه، در واقع ضرر میکنه. ما نگاهمون تا بینی مونه. اصلا خداوند بخشی از سوالات من شما رو گذاشته برای قیامت، خودتو بکشی اینجا نمیتونی جواب شده. که چرا سهم من چرا اندر شده؟ چرا این افلیج به دنیا آمد؟ چرا این نازیبا خلق شده؟ شما الان چجوری میتونید جواب بدین که اون آدمی که توی عربستان به دنیا آمده خود به خود تو کشور وهابی وهابی شده، شما تو کشور شیعه شیعه شده، اون چه گناه میکرد؟ اگه جا به جا میشد من و شما رو اونجا به دنیا میبودن، ما هم وقت بودیم، چی جواب بدیم؟ این تو اون عشق بزرگتر جوابش هست. حافظ اسرار الهی کس نمیداند، خموش از که میپرسی که دور روزگاران را چی شد. این در یک عشق بزرگ بیدیم من ضرر میکنم. من عصر رو که در این کشور گذاشتم بر صداقت، مطمئنم یه عده از این صداقت سوء استفاده میکنن، من تا یه درصد اندکی هم 5% هم 4% هم 6% هم 10%، اما اگه اصل رو گذاشتیم بر دروغ، خسارتی که باید بابت این طرف بدیم خیلی بیشتره از خسارتی که بابت اون 5-6% دیگه از فضای صداقت سوء استفاده میکنن. زن چه راحت شد، نه اینکه احساس بکنه من خیلی خودم که میگم شما راست میگی، هرچند شما گفتی من قبول میکنم، نه اونم زیرکه، هوشمنده. یکی از دوستان ما پزشکی جراح منظور اصحابه میگفت یه سمیناری تو که از این کشورها بود، سمینار علمی بود، هر کی میخواست شرکت کنه
رزیدنت اگر بود مثلا 100 دلار بایستی حق شرکت میداد، اگر پزشک بود مثلا 300 دلار باید میداره تو بلا بسته را. بعد من دیدم بعضی از اینایی که شرکت کردن اینا پزشکن، خودشون رزیدنت جا زدن. به خانم مسئول اونجا بود، رفتم بهش گفتم که خانم اگر یک کسی پزشک باشه و خودشون رزیدنت معرفی کنه، شما کجا متوجه میشین؟ یهو برافروخته شد که بارو آقا چه حرف شما میزنید؟ من کسی میشه پزشک باشه خودشون رزیدنت جا بزنید؟ بفرمایید آقا. این نه اینکه او آدم خور و پخمه باشه حالیش نشه، نه، حواسش هست که دو درست هم سو استفاده میکنه، اشکالی نداره. ولی این آدم، حالا این نقطه دیندارانش اینه، این دین نازنین فالهمها فجورها و چیا تقوا، میگه من تو دل گذاشتم که چی خوب چی بده. تو اگه تونستی ای انسان، اگه تونستی شب که از سمینار بر میگردی جلو آینه وای میسی خودتو نگاه کنی، کلا سر اینا گذاشتی، رزیدنت نبودی، پزشک بودی، خودتو رزیدنت، برای 100 دلار خودت رو تحقیر کردی، جلو آینه وایسی، اگه به خودت گفتی باری کم با چه انسان شریفی هستی، من تمام کائنات رو جا به جا بکنم، قرآنم رو میسوزم، تو جلو آینه وایسی خودت به خودت دیگه مرتشو بده ببرم، تو چرا میشرف؟ چرا دروب گفتی؟ اگه تونست شب راحت بخوابی؟ خدا بگه من خلقتم به هدف رسید، من همینو میخواستم که ای انسان توی روزی به این نتیجه برسی که خوبی خوبه و بدی بده، نه از ترس جهنم نماز بخونه. کسی از ترس جهنم نماز بخونه؟ از ترس جهنم عرق نخوره، از ترس جهنم به زن خوشگل نگاه نکنه، از ترس جهنم روزه بگیره، این چقدر دردش داره؟ شهاب جان بگو بینم. چرا دردش داره؟ آقای ابراهیم این رو هم شده بله؟ اصلا ارزش نداره. عقاب رو تهدید 2000 ارزش نداره. 2000 که میگم واقعا 2000 رو من الان براتون ثابت میکنم. شما اینجا الان کم کم تربیت شدید که از چراغ قرمز رد نشید. کاری نداری، پلیس هست، نیست، دوربین گذاشتن، 500 دلار جریمه میکنن. ممکنه اولا از ترس جریمه رد نشید. جریمه ها اینجا هم شکنم سنگین ها؟ چقدر؟ 400-500 دلار واقعا نه؟ خدا نصیب گروه بیا بودا 500 دلار در آمد بایی 500 دلار جریمه یه فقط. ولی بله تو قرآن آب هست، درست میفرما جهنم هست، بگیر و ببند هست، ولی اون مال دوران کودکی بشره، اون دوران بی‌تربیتی بشره. اگه یه سری آیات تو قرآنه، اینو خواهش میکنم به ما یه کد بعدم بدید ببینید. آقا میسر خوب تشکیم نیبارم با اینکه من بحث مفصل 15-16 جلسه توی مطال بحث کردیم، ولی خلاصه این بحث ها که حتی چیزایی که من اونجا نگفتم هم اینجا دارم میگم از جمله این من یه سیر آیات تو قرآنه. شما اول که میخونی اصلا تعجب میکنی خدا یا قرآن که میگن این همه عظمت داره و این حرف میزنه، خدا یا عالم یه حرف میزنه، همشون با کدهای هل یستوی لا یستوی لا تستوی، میگه لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بگه اونی که میداند با اونی که نمیداند برابر است. شما این بچه های کلاس اول بگونه من خود معلوم اونی که میداند بهتر است. هل یستوی الاعمی و البصیر، آدم کور با آدم بینا برابر است.
لا یستوی الظلمات و النور، نور با تاریکی برابر است؟ نه. لا یستوی الحسنة و السیئة، کار خوب با کار بد یکیه. در هند باستان میگن زنان هندو اگر شوهرشون از دنیا میرفت خیلیشون حاضر بودن زنده زنده کنار شوهر سوزانده بشن تا نشون بدن به این وسیله که ما تو زندگی به این مرد خیانت نکردیم. صاحب نمیدونم که یه شعری داره، بیتی داره، میگه چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست، سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نیست. این اشاره به همین. و زنانی که حاضر نبودن زنده زنده سوزانده بشن، حاضر بودن تمام گیسوانشون رو بتراشن. دلیل بشون. بالاخره گیسوان زن یکی از چند آپشن زیبایی زن دیگه، حاضر بشه تمام گیسوانش رو بتراشه، کچل کنه خودش رو. این نشون بده که قرآن میگه هل یستوی الحسنة و السیئة، یک انسانی که به شریک زندگیش هیچ نوع خیانتی نکرده با اونی که خیانت این قلبی ها. یکی از این دوستان به ما میگفت که ایام کریسمس که میشه این چند روزه روز صداقته، یعنی شروع کنم اینا عرق میخورم اون ایام خیلی مستن و مستی و راستی راستش رو با هم میگن مست میشه زن میگه عزیزم من راستش رو میگم سه بار یا آقای رو بوسیدم جای تو اشتباهی شوهر رو بگه عزیزم چه من خوب منم همینجور چهار بار یه خانمی رو منم بوسیدم جای تو که مست که میشم راستی به بخاره مستی و راستی یه کسی که خیانت نکرده کار بد نکرده قرآن کار بد با کار خوب برابره هل یستوی الخبیث و الطیب شما ببینید این لا یستوی هل یستوی های قرآن آدم خوب آدم شریف آدم نجیب اومده از شما پول قرض کرده آقا پول داری 10,000 دلار به من قرض بدی شما هم دارید به دینا ها بیا در جان کی میدی؟ من انشاءالله ماه سپتامبر رو بدی نیمه جولای بدی شما نه ازش چک گرفتی نه ازش رسید گرفتی نه شاهد گرفتی نه هیچ و این گفته من نیمه جولای میدم هر چون بوده نیمه جولای از شما مثلا یادت رفته من یه وقتای پول به کسی قرض دادم واقعا یادم شما جولای خودش 14 جولای زنگ زده که آقا فردا 15 جولای شماره حساب بدی یا چی بدی من این انسان با اون کسی که پول رو گرفته بود یا علی رفته اینا میگه برابرن خب من همش میگم اینا چرا قرآن اینا رو میگه معلومه خب آدم خوب آدم شریف آدم بیشرف برابر نیست آدم خوب آدم بد برابر نیست کار خوب با کار بد برابر نور با تاریکی و وقتی وارد این نگاه به دین شدن که دیشب ها جواب فرمودن که شما رفرنس هاش هم بدین اینا رفرنس هاش دارن این نگاه برای من باز شد دیدم بالاترین و مهمترین آیات قرآن همین است دیگه از این برتر نمیشه تو که من نمیخوام تو از ترس جهنم این کارو بکنی که تو انسان طیب بشی پاک بشی پاکی رو به خاطر پاکی دوست داشته باشی شرافت رو به خاطر شرفش دوست داشته باشی و از بدی بدت بیاد به خاطر اینکه بده و اگر مثلا یه خانمی با شوهرش داره میره یک زن خوشگلتر از خودش دید و دید نه آقا الحمدلله سرش پایینه زیر زیرکی هم نگاهش کردی نه این هم زیر زیرکی هم نگاه نمی کنه بگه خب عزیزم به این خانم چرا نگاه نکردی که خیلی خوشگلتر از خود چون تو اینجا باش دیم از ترس تو من دیدم نگاه کن روزگار هم سیاد خب این خانم خوشحاله که خب الحمدلله شوهر ما به زنان رفت و پتی نگاه نمی کنه میگه خب پس من نیستم نگاه میکنیم میگه راستش بر آدم صادقی هم هست خب این که هیچ دوما
تو چرا نگاه نمی کنی؟ بگه راستش از من نه، از تو نمی، از خدا می ترسه. چون خدا گفت اگه نگاه کنی من این جهنم سیخ و بیخ به همه جات فرو می کنیم از جور چشم. این رو ما خوبی نیست. خب فرض کنیم فردا خدا جهنم رو برداشت. من یه چیزی به شما میگم توی روزهای آخر ما هم بزن. اگه قیامت شد آج کنم بعد اومد اون صحنه قیامت رو دیدیم این خدا تمام اراضی و حقوقاش رو داره میبره بهشت. نه خدا تمام این زمان لخرفتی رو دیدیم همه اینا رو داره میبره بهشت. ما عجب ما عجب قلطی کنیم این همه دو تا آقستون خودم بوشون همه این علم خورا رو داریم برای بهش. خدا یا ما این همه مجلس دفتیم چقدر ما پیشنهاد دادن ولی ما نخوردیم، ما هی دیلیز رو بیز کردیم. همه این رو همه بی نماز اگر شما به این صراحتی که دارم میگم تو عمرتون نشنید اونجا بخواین از نمازتون، روزتون، حجابتون پشیمون بشید همینجا بده کنید. شما قول میدم تمام نماز روزاتون دوزار نمیاد. چون به تو چه به من چه اون ملک خودشون بنده خود به بعد سوی بشه. نه خب پس ما نماز کنیم پس معلوم نمازت بی خود بوده. روزت دوزار ارزش نداشته. اما اگر شما پاک بودید و اون ناپاک رو هم بردن بهش بگو اون ملک خودشه. من که از پاکی پشیمون نیستم که. من از پاکیم، از نجابتم، از شرفم، از پاک دامنیم که من که پشیمون نیستم. اگه اون رو برد بهش این نگاهی هم بهش میکنه ببین خیلی آدم بدی بودی ولی حالا بیو برو برشو بهش به شما هم که آفری از صدق صدی شماست که اونا رو هم داری میبریم بهش. این دین آمده انسان رو به اینجا برسونه که تو پاکی رو به خاطر پاکی دوست داشته باشی، نه اینکه بگه آقا شنیدیم گفتن هر که چراغ قرمز رد نشد فردا دو دلار به حسابش می‌ریزیم. خب اگه به خاطر دو دلار شما چراغ رد نشدی بعد به حسابت ریختن. اون که آدم نیست که از ترس پلیس رد نشدی که آدم با تربیت نیست که. اگر به احترام این که این شهر انسانی باید قانون داشته باشه و به احترامی که الان حق اون طرفه اون باید بیاد گرچه اون انسان نیست مثل من، شهروند نیست مثل من، حق داره مثل من و من الان اونجا باید حتی اونجایی که الان اینجا توی کشورهای غربی آدم ها عجله ندارن این زندگی ها رو جوری تنظیم کردن که همه ریلکس هم راحت هم چیش که عجله ندارن. درسته؟ رانندگی ها آروم نمیدونم رفت و آمد ها شد و هواپیما میره قشنگ رو هی داره مسمس میکنه تا این مثلا چمدون رو بذاره آره بایستده تا اون کارش رو انجام بده آزود باش عجله کن اصلا میبینیم نیست خیلی را حالا اونجایی که شما عجله داری عجله داری چه عجله داری و در این حال وقتی به حق دیگری رسیدی استوب کردی الان حق اوست درست من عجله من نمیتونم برم وجدانم اجازه نمیده شرف انسانی اجازه نمیده اینجا خلقت به نتیجه رسید تمام اهداف انبیا به نتیجه رسید ولو اینکه از 124 هزار پیغمبر 123 هزار تاشو بشر کشته همین یه دونه که به نتیجه رسید فلسفه خلقت تمامه خدا میگه الحمدلله من به نتیجه چون همین رو میخواستم دیدی بالاخره به نتیجه رسیدی دیدی این درخت محصول داد که این بشر امروز بعد از 21 قرن که داره از کنار کلیسا رد میشه یه سلامی میکنه یه احترامی میکنه یه صلیب میکشه رد میشه و اینجا رو مقدس میدانه یه تو هم نداری اینجا بی احترامی کنه بعضی از کلیساها هست من رفتم هر خانمی بخواد وارد شه باید با روسری وارد شه اینجا مقدس اگر خدا قسمت اون کرده باشه امام رضا به طلب ان شاء الله دست جان کجا قافل سالار بشن
به تایلند بریم انشاءالله. در شهر بانکوک اگر تشریف برده باشید، وسط شهر بانکوک یه معبد بزرگ هست مال بودا، نام گرند پالاس. در مجموعه اون معبد یک قسمتیش یکی از مجسمه‌های اصلی بودا اونجاست. و شما وقتی وارد اونجا می‌خواید بشین باید کفشتون در بیارید. عکس برداری هم ممنوع. اگر خانم‌های توریستی دارن میان زیادی لباس تنشون نباشه اونجا یه لباس بشون میدن که اینجا باید پوشیده بیه. این یعنی چی؟ این یعنی به یک نقطه مشترک رسیدن تعالیم انبیا که موسی اینجا کفشت رو در بیار، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. اون میگه اینجا مقدسه. خدا میگه میخوام بفهمی یک زمانهایی، یک مکانهایی، یک قداستهایی داره، تو احترام اینجا رو نگه و اندک اندک به اینجا برس که همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. جمله ای که معروف از حضرت امام که عالم محضر خداست. حدیث از پیامبر که جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، همه زمین. هاشمانم صبح اومدن فرمودن که من دغدغه دارم اگر من از دنیا برم توی این سرزمین منو دفن کنن، من خوشم نمیاد، من دلم خواهد به زهرای کسی بیاد اونجا بر من یه فاتحه بود. چه فرق میکنه هاشمانم؟ چه فرق؟ اینجا زمین کجاست؟ این زمین مالی که؟ بله؟ نه، در یه نگاه هیچ فرق نمیاد. کربلا خودش مقدس نبود، لحظه که امام حسین اونجا خون مقدسش ریخت مقدس شد. ولی خاک با خاک چه فرق میکنه؟ هوا با هوا چه فرق میکنه؟ درخت با درخت چه فرق میکنه؟ آب با آب چه فرق میکنه؟ ستاره با ستاره چه فرق میکنه؟ این خورشیدی که اونجا میتابه مگه تو کبک و در اتاقای خورشید دیگه میتابه؟ مگه این زمین مال خدای دیگه است؟ اونجایی که انسان یک کار خوب میکنه اونجا میشه مقدس. میتونه یک کسی تو ایران یک فاتحه بخونه به یک کسی که توی اتاوا دفنه برسه، و میتونه یک کسی تو نجف کنار امیرالمومنین دفن بشه بسیار آدم بیخود و مزخرفی بشه. مگه هارون الرشید که قاتل امام هفتم بود زیر پای امام رضا دفن نیست؟ یه از اون مکان مقدس تر. چیزی از مقدسی تربت امام رضا نصیب اون آدم میشه؟ بچه ها رو کنون بذاریم بازی کنون چکار؟ هر کسی کار خودش، بار خودش، همچنان که بچه ها ما رو آدم حساب نمی کنن، کار خودشون میکنن، شما هم سرصدای بچه ها رو آدم حساب نمی کنین، کار خودتون میکنن. من اصلا از سرصدای بچه ها ناراحت نیستم، مزاحم بچه ها نشین. همچنان که از مقدسی امام رضا، از پاکی و نورانیت حضرت رضا چیزی نصیب اون آدم نمیشه، از آلودگی اینجا هم چیزی به شما سرایت نمیکنه اگر کسی قرار شد اینجا دفن بشه. شما پاک بشه، اتفاقا شما که پاک بودید اگر اینجا هم انشاءالله بعد از 120 سال دفن شدید اینجا هم پاک میکنید. اینجا این پرتغال کجاست؟ اون مجسمه اون فاطیما هست میرن ها؟ پرتغال اروپا هست دیگه، همه کس که بجور هم هست.
ما تو همین شرکشی برده دیگه تو مونترال اون چیز کلیسای سن جوزف مرتفع هم هست. ما یه روز رفتیم مثل که دیدم 100 تا 200 تا پله داره. میگن یه عده از پایین با زانو میان به احترام اونجا و تو اون بخش پشتیش من یه بودم مثلا 2000 تا عصا آویزون میان عصا ها رو بشیم خود این عصا ها رو کسا نیست که اینجا شفا پیدا کردن عصا شون رو گذاشتن رو رفت آفرین به سن جوزف. و اگر کسی خیال کرد چون امام رضا سرطانی رو شفا داده پس مقدسه پس با حق با امام رضاست، نه سن جوزف هم شفا میده. تو معبد بودایی هم رفتم اونجا هم شفا میده. حقانیت حال اون نیست، مسیر دیگریست از یک جهت. این قلب آدمیست که گره میخوره به منبع قدس الهی سراب سپهری اون قسمت هایی که میگه من مسلمانم قبله هم یک کل سرخ، من وضوع از تپش پنجره ها میگیرم، من نمازم را چه وقتی میخوانم که چی؟ که از آنش را آره همین هم که شده بعد یه عبارت داره میگه سنگ از پشت نمازم پیداست. خیلی بشن میگه من وقتی نماز میخونم با منبع نور ارتباط پیدا میکنم، درست مثل یک جسمی که میره تو دستگاه سی تی اسکن یه اشعه بهش میزنه، این جسم شما مثل یک تکی بلور میشه، هرچی ناخالصی تو وجود شما باشه تو عکس سی تی اسکن پیداست، که دو تا دندون ایمپلنت داشته باشی پیداست، یه استنت تو قلبت مثل من داشته باشی پیداست. درسته؟ میگه من میشم که قطعه قلوب و خیلی یه تکی سنگی پشت سر من باشه پیدا میشه. سنگ از پشت چقدر این سوها ناغورا بوده و چقدر شیه باش معنی داره و چقدر تنه به تنه یک آهی مورانا میزه. من اناری را میکنم دانه به دل میگویم، کاش این مردم دانه های دلشان پیدا بود. که دیشب عرض کردیم همه این صحبت ها رو دل آدمی که من میخوام دلت پاک باشه. دل که پاک شد خود به خود همه چی پاک میشه دیگه، چون از کوزه همان برون تراوت که دروز. وقتی من دلم نسبت به شما پاکه هیچ وقت سخن زشت به شما نمیگم، پشت سر شما حرف بد نمیزن. ازدواج دو تا به نظر من شرط اساسی بود، اگر این دو بود ازدواج شکل میگیره و ادامه با اعلام که از اول شکل نمیگیره یا وسط راه میبره. یکیش این است که زن این مرد رو دوست داشته باشه، به او علاقمند بشه، مرد این زن رو دوست داشته باشه، به او عشق ببرد. محبت مهمترین شرط ازدواج، دوستی. دومیش چیه؟ صداقت کنید، احترامشون به صلوات بفرستن. صلوات شروع بگوید همونه که جواب درست نبود. نه صداقت نیست، به خاطر اینکه من وقتی شما رو دوست داشته باشم معلومه راست میگم دیگه. اگه من به شما دروغ گفتم یعنی دوست درسته افران؟ من شما رو دوست داشته باشم به شما دروغ میگم. حاکمانی اگر مردمش رو دوست داشته باشن حاضرن به مردمش دروغ بگن؟ دروغ میگن که میگن دوستتون داریم. اولین جمله علی به مالک اشتر این است که مالک اگه میخوای بری حاکم مصر بشی اولین شرط اینه که به این مردم دوست داشته باشی، عشق ببرزی، اشعر قلبک رحمت الرحیه و لطف بهم و محبت الان. اگه نمیتونی مردم رو دوست داشته باشی حق نداری، حق اگر عدالت پیشا بکنی، چون عدالت که از منشأ دوستی بود یه اثر داره، از منشأ بود که من حاکم هم باید عدالت داره چون دفعه بعد مردم من رأی بدن موضوعشون خود رو عدالت داره باید.
چون آثاری داره اون دوست. من کسی رو دوست داشته باشم بهش دروغ نمیگم، اعصابش رو خرد نمی کنم، توهین بهش نمی، نه به خودش توهین نمی کنم، به ماماش هم توهین نمی کنم. نخم دو آبا مشکل داره به ماماش هم توهین میگه من کار ندارم، میخوای بری خونه نرد برو، من که نمیام، توهین هم بهش نمی کنم، از من نخواه که بیام. نه دیگه عزیزم، تو من رو دوست داری خونه مامان من هم باید بیاری. میدونم مامان من یه حرفی زده دل تو شکسته، ولی تو لطف کن به مصداق این بیت معروف مولانا که از محبت خارها گل میشه. این بیت مالی نیست من تو سخنرانی بخونم شما مشاعره بگه الف بده بگه از محبت خارها گل میشه، آقای رای قمشه خدا رفتش کنه گو یکی یه بیت شعر برد با همون یه بیت همه جا مشاعره بگه، گو الف بده بگو اگر بینی که نابینا و چاق هست اگر خاموش بچینی، گفت واف بده، گفت وگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خامون، گفت ته بده، گفت تو میبینی که نابینا و چاه هست، گفت نون بده، گفت نمیبینی که نابینا و چاه هست، گفت چه بده، گفت چو میبینی که نابینا و چاه هست. این شعر که مولانا نگفته من باش مشاعره کنم، میگه بابا این حرفی که این مادر من زد خانم عزیز من، این خار بود تو قلب تو، منم میفهم دیگه پیر شده، من چیکارش کنم، من که نمیتونم، تو بیا به خاطر عشقی که به من داری این خار رو گل ببین. ابو سعید میگفت زهر باید خورد و انگاری قند، زشت باید دید و انگاری خوب. وقتی من شما رو دوست دارم، مادرتون هم دوست دارم، پدرتون هم دوست دارم، خیلی دایره محبت عجیب و غریب. یکی هم نیازه، نیازه. زن باید بدونه مردی که با من ازدواج شده به من نیاز داره و این نیازهاشو من باید برطرف کنم. زنی که با من ازدواج کرده به من یک نیازهایی داره، من همسر باید این نیازهاشو برطرف که اگر من نیاز رو برطرف نکردم این نیاز بیرون برطرف میشه، منتها در داخل کادر خانواده با عشق و محبت و صدق و صفا و راستی و عجر و پاداش و بیرون با هزار مشکل، ولی این برطرف میشه. من یه شب میام خونه گرسنم، دو شب پیشم سوم اگرم خانم آشانو دزا درست نکرد میرم بیرون، الحمدلله هم فرس بود هست، لازانیا هست، چیز برگر هست، تا آخرش میرم یه سگ داغ میخورم، هات داغ. اگر من به همسرم نگفتم عزیزم از عمق جان، یک شیطانی پیدا میشه به اون میگه عزیز، و او چون نیاز داره به شنیدن این کلمه جای دیگری میشنوه و اون آلوده است. به همین خاطر من همیشه به زوجهای جوان و نیمه جوان و خیلی جوان و آخر جوان میگم هیچ وقت انتقام نگیرید از همسرتون در اتاق خواب. اتاق خواب برای انتقام نداشت، دعوا هم داریم، مگه بخوای زندگی رو کات بدون یه بحث دیگه است، برای کسی خواست خدای نکرد زندگیشو کات بده تمامش کنه، میتونه هر انتقام بگیره. اما این زندگی تو دوست داری، حالا این شوهر به شما یه احترامی کرده، یه خدای نکرده جسارت کرده، حق هم با شماست، شما اوقات تلخی و انتقام رو تا خواب نکشونید، اونجا رو زنی رابطه ها گرم و صمیمی باشه. ولی مرد هم بالاخره درست میشه، آدم میشه، ما مردای خود طول میکشه. خب خوب شدم به همین خاطر 6 سال از نظر بلوغ از خانوم ها عقب میدید، 5-6 سال بعد خوب میشه، ما نخواه 6 ساعت بعد خوب میشه، 6 سال پیش مهلت بدیم خوب میشه. اینه که به راستی این دین آمده برای اینکه من و شما برسید به اینجا که لا یستوی الحسنة و السیئة، خوبی خوب است و بدی بد است، منتها اگر آدم خوب شدیم بر پاداش هم بکنم بکنم باری کلام میگم گوجاب هم میگم با قول اینو نمیدونم بهشتمون هم میبرن،
با فرشته ها هم همنشینمون میکنن و هزار، ولی نه تو خوبی رو به خاطر بهشت و بدی رو از ترس جهنم. اون مال زمانیست که بچه مسواک زدن رو نمیدونه، هی مامانش باید بهش بگه از زرگی مسواک زدی برات شکولات میخرم. خب حالا دختر شما، پسر شما دانشجو شد، شما دوباره اینجا زنگ میزنید به دانشگاه مکی که عزیزم مسواک بیاد نره، وقتی اومدی انشاءالله اینجا بابا برات یه دوبلوب میخرم. واسه به این دختر بر بخوره که ما هم اگه من برای لبلوب نسبت میزنم، نه کوچولو بودی که خیلی لبلوب دوست بشون، برای کوچولو خودت دیدی کوچولو بودی، آره من هم کوچولو هم، من ازش هم نسبت میزنم، خواب هم نمیبره. بشر یه روزی در یه سطحی بود باید بهش میگفتن که اگه این کارو کردی اینقدر ثواب داری، این نماز رو خوندی اینقدر به گوری میدین، اینقدر به قوری میدین، اینقدر به درخت میدین، اینقدر به اینا نفهمیدن. خیلی بودن قرآن با همین چیزا داره سر بشر رو گول میزنه. چند از اینا که ضد خدا و ضد قرآن هم اومدن از این آیاتی که آقا این ببینی این قرآن چقدر مسخره است. نه اگه تو هم مسخره، چون این به بچه هم بگید اگه این کار کردیم یا درو بیاد بخوره مسخره ای دیگه داری بچه رو چون میترسونه. نه روزگاری که بایستی بشر رو با همین ثواب ها، با همین عقاب ها، ارچه ها، زرچه ها ترسون. و یه عده‌ای که هنوز هم از ترس پلیس رد نمیشن، مگه انسان های جانی هم داریم. آقا چی؟ کی بوده؟ آقا هم حسین صبح گفتن کی بوده اینجا طرف اسلحه گرفته اون سربازه رو تو اون میدون کشته اومده رفته تو مجلس اینجا؟ چند وقت پیش بوده این حادثه؟ بله؟ سه چهار سال. این داعش کم داره چون آید میکنه، بله به با اصله او رو سر جاش نشونه. مگه صبح من گفتم اون قاضی بیشعوری که حکم میده یه کارخونه بسته بشه 140 نفر رو بیکار میکنه، بله اون باید با بتمرگی نمیخواد اصلا عزلش کرده کی به تو گفته تو قاضی بشی؟ به تو کی گفته تو قاضی بشی؟ کلی آقا من جواب خدا رو دادم. هر آدمی که 4 سال از میز و نیمکت مدرسه بلند شده 4 سال اومده دانشگاه در علوم قضایی، بعد میگه تو قاضی. مال و جان و ناموس و عرض و آبروی مردم دسته بعد بهش چقدر گوه بودن ما 4 میلیون چک میاد دعوا چقدر 400 میلیون 4 میلیارد. خب معلوم اگه یه چک 100 میلیونی به آقا دادی و آقا دست باش میلرزه دیم. باب رشوه باز میشه، باب عشوه باز میشه، باب هزار تا باب دیگه باز میشه. اسلام نه همه دیگه میگه قاضی باید مجتهد باشه، اونم تازه نه هر مجتهدی، نه هر که چهره برافروخ دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمون اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر دادگستری داند. وفا و مهر نکو باشد در بیاموزی. چقدر این بیتش قشنگ. وفا و مهر نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. داد رو با داد جواب دادن، تلخی رو با تلخی، قهر رو با قهر، کلوخ انداز رو با سنگ، این که همه بلده. وفا و مهر نکو باشه در بیاموز، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. چرا وقت داریم؟ دور ده دقیقه. اون دو تا سوال رو من تا مقدار که فرصت هست جواب بدیم که دیشب مطرح شد. خب برای ما آدم های خوبی میبینیم که اینا به هیچی معتقد نیستن. درختیست که دیشب گفتیم ریشه نداره ولی میوه داره، اینه چه کارش کنیم؟ اصلا دین نداره، نه خدا رو قبول داره، نه قیامت رو، نه بهشت رو، نه جهنم رو، نه نمازی، نه روزه ای، ولی انسان خوبیه، دروغ نمیگه، کلا سر کسی نمیذاره، دست تطاول
به انبار کسی دراز نکرده، چشم هرزهی به ناموس کسی ندوخته، وعده هاش رو بهش عمل میکنه، غیبت به سره. این آدم هاش کارش این آدم هم نوع این آدم ها 99 ممیز 99 اینا تایی دلشون خدا رو قبول دارن. این مثل کسیست که رو گنج نشسته، مثل کسیست که این آلزایمر گرفته، باباشو گم کرد، باباشو فراموش کرد تو جبهه. یکی از دوستان ما ترکش خورد به سرش، این بیچاره فراموشی کرد، دو تخت بیمارستان به بستری بود، باباش رو بالا سرش گفت پسر منو میشناسی؟ باباش نگاه میکرد گفت شما رو یه جایی دیدم، یادم نمیاد کجا دیدم. من گفت باباش رو. اینا آدمایی هستن که باباشون رو فراموش کرد. این بابای مرتب برای این پول میفرسته و زندگیش تامین هم، ولی این بابا رو اگر بهش گفتن تو این همه سال که تامین شدی هزینه از کجا رسید؟ این پدر تو بزرست بهش بگه آقا این خوبی رو کی تو دلت تو گذاشته؟ کی تو دلت تو گذاشته دروغ بده تو دروغ نمیگی؟ سرت رو ببارن دروغ نمیگی؟ این همه خدایش رو قبولش نداری. راسل میدونیم دیگه، میگم غرب جدید 4 تا خدا داره. راسل رو حضور شما عرض کنم، فروید و نیچه و راسل و کانت و دکارت و نیچه، این 4 تا خدای جدید. راسل بی بند و بار ترین فیلسوف فکری غرب بهش میگن، فیلسوف فکری از نظر فکری میگن خیلی بی بند و بار، ولی از نظر عملی بسیار انسان مثل که مقیدی بوده. یه گفتگوی باش دارم که تو که میگی خدا نیست، نیچه که بود خدا مرد، مجلس ختمش هم برگزار شد، اگر مردی دیدی خدا هست، اینجا خدا آورده چلوش که این منم خدا، چی میگی آرام؟ چی گفته آرام؟ میدونی این مقاله شده میگه هیچ، من تعظیم میکنم، سجده میکنم، میگم آقا من قبول دارم. ادله ای که اونجا ثابت کنه تو هستی من نرسید به دستم، من از روی لجاجت تو رو انکار نکردم، دلایل برای من کافی نبود. دو حالته، یه وقتی شما یه چیزی رو انکار میکنی از روی لج، لج و لج بازی میدونی حق با اینه ولی لج میکنی، یا من منافعی بود. قرآن میگه که میخوان هر غلط دلشون خواست بکنن، میگن خدا نیست، قیامت هست، از رو این. ولی میگه من در حال من آدم بدی نبودم، من تو دنیا انسانش خوبی بودم، من ظلم به کسی نکردم، حق کسی رو نخوردم، به نوامیس کسی دست تعدی دراز نکردم، من قبولت دارم. این آدم با خداست، شما با خدا ببینید. این رو منبعی از انرژی نشسته، گرمای روزش هم از همون موتا خبر نداره. امناس اعدا و ما جهه رو امیرالمومنین میگه مردم دشمن هم که نسبت به اون نادان هم دشمن خدا، چون نمیشناسی این خدا چقدر نازنینه. این خداست که بوده گفته پاک باش و تو پاکی، این خداست که بوده گفته صادق باش و تو صادقی، این خداست که بوده گفته خیانت نکن و تو خیانت نکرد، این خداست که بوده تو به یه حیوان محبت کن تو محبت کردی، تو چطور این خدا رو نشناختی؟ این خدا خدا این جهنم رو بره بره چی جهنم شده؟ چون تو قرآن میگه، میگه اونایی که با ظلم، با علو، با برتری، قدرت طلبی، با لجاجت ما رو این کار کردن و جهدو به ها و استیقنت ها انفسون، این آدم ها انسان های خوب هم. پس این میوه به ریشه متصله، اون تا ریشه چون زیر خاکه نمیشناسه ریشه داره، خودش خبر از این ریشه هاش نداره. به همین خاطر حافظ میگفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شد، تا راه رو نباشی که راه بر شد. مراوده ما با اینا هیچ اشکالی نداره. شما الان ماشینتون خراب بشه تو ایران و این جاها علال قایده من نمیدونم، بگن آقا دو تا مشکل ماشین چه، بگه آقا کار برقی داره مثلا
چراغاش روشن نمیشه، برق روشن، میگن چه دو تا باتری ساز هست، یکیش ارمنیه ولی خیلی انسان شریف، واقعا انسان درستیه. نگاه بکنیم گاهی ممکنه یه سیمی از جاش در اومده، یه خالی در اومده، جا میزنیم هیچ هم ازت نمیگه. یه آدم مسلمان هم از شیعه محرم تیم برو میده برای امام حسین ده روز، ولی خیلی هم به درس افتاده است. من به گیرش افتادم، ماشین تو دو روز معطل میکنه، سه برابر هم ازت دستمزد میگیره، دروغ هم بهت میگه، اگه جنس خوبی هم باشه در میگه. شما ماشین رو بشین که میبرین آقا؟ پیش اون ارمنی هم میبرین دیگه، یا خب انسان شدید. امام حسین هم باشنش خراب بشه، پیش همون ارمنی هم. نمیگه این شیعه ما شیعه چه؟ دروغ میگه شیعه من، که گذارم تو شیعه اینجوری باشه. تو انسان خوبی هستی. میگن تو مجلس زبان مرحوم زمان رضا شاهی که بود، مرحوم مدرس، یه وقت گفته بود که یه مسلمان تو مجلس هست، اونم ارباب کیخسرو، که این زرتشتی بود، ارباب کیخسرو زرتشتی بود، مرحوم مدرس فرموده بود که یه مسلمان واقعی تو مجلس اونم میشه. چون اسلام به این نیست که بگیم آقا شما مسلمون شدی، بله چجوری مسلمون شدی؟ بگی من گفتم اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسلمون شدم. مثل که بگم آقا شما دکتری، بگی بله چجوری دکتر شدی؟ گفتم من دکترم، من دکترا در برق دارم، من دکترم. هم گفت من دکترا در برق بشه قدرت دارم، دکتر بگی بله بگی همچون شما خدا میگید او اشهاد آقا من شهادت میکنم، مسلمون هم میگه مسلمون شد، مسخره نیست واقعا. اینجوری شما چرا میخندید؟ این که کسی به زبان با اشهاد آقا که این که دلیل مسلمونی نیست، بگو تا صبح تسبیح بگو تا صبح، بگو سبحان الله را استغفر الله الحمد لله یا رحمان یا رحیم. مولانا میگه حمد گفتی کو نشان حامدون، نه برونت پس اثر نه اندرون. اون مبرزه داره خبر میده که من در درون تسلیم حقیقتم، اگر هستی تو راست میگی، تو مسلمان. حالا تو من نمیدونستم، داره خبر میده که بله من اینجور هستم. اما اگر نیستی 2000 دفعه بگو من اشهد و الله را قرآن میگه دیگه، میگه اینا میان میگن اشهد انک لرسول الله، شهادت میدن ولی دروغ میگن، والله اعلم یشهد ان المنافقین لکاذبون، دروغ میگن اعتقادی ندارن. چون اگر اون درون انسان درست شد، پس اینی که نه این میوه روی ریشه استواره، مطابق ریشه ایسی بیچاره نمیشنسه بیچاره، مگر اینکه دروغ بگه، یعنی اگر راست گفته هرچون منفعت براش داشته راست گفته، صداقت پیشه اون نیست، با صداقت داره کاسبی میکنه، که تو کشور ما از این چیزا فراوون نمیاد. سوال دوم هم که دیگه نمیرسیم و یه بحث مفصلی است، و اون که حالا چگونه باید تربیت شد. این یه 60 سال عمر، اینجا یه اختلافی است، یعنی تمایز بین مکتب ها اینجا معلوم میشه که تربیت خلاصش در یک کلمه این هست، مسیر تربیت از مسیر انسان های با تربیت میگذره، هیچ راه دیگه نداره. نماز آدم رو تربیت نمیکنه، روزه آدم رو تربیت نمیکنه، قرآن خوندن، این عربا چرا قرآن تمام حافظ قرآن، این عربستان شاید نماز رو نمیدن، هر شب مارمزون اینا میدونیم دیگه، صد رکعت نماز رو علاوه بر نمازهای واجبش، نماز تراویح. چند سال دارم بوم میدن و سر این مردم بیچاره مظلوم یمن، چرا آدم نشدن؟ شازده هاشون گاهی برای عیاشی یه جزیره رو در بس کرایه میکنن تو اروپا،
اروپا. خب چرا؟ پس معلومه نماز رو سر وقت بکنم. فوق العاده اون سالی که مکه مدینه مشرف شدیم یادتون هست احتمالاً. از مدینه داریم میایم مکه. اول اذان وسط بیابون این ماشین باید میسه، زن و بچه‌اش پیاده میشن، ماشین همه اینا سجاده هستن، جا میشن، نمازشون رو میخونن. شب تاریک گرگ گراز فرق نمیکنه. اول وقت نماز مقید میشه. بسیار هم خشن. خانمهای ایرانی باید قدرش برای ایرانی رو بدونن. فعلا به یک دام کنن. این چرا؟ چون علیمه. آدم فقط با آدم آدم میشه. کتاب آدم آدم نمی کنه مگه نویسندش آدم باشه. فیلم آدم آدم نمی کنه مگه فیلم ساز و تهیه کننده و کارگردان و بازیگرش آدم باشه. بچه های صدا و سیما گاهی میگفتن ما تو مارمزون مثلا یه فیلم سریال عرفانی داشتیم تهیه میکردیم، تو مارمزون مثلا یارو نقش عارف داره بازی میکنه، از جلو دوربی که رفت کنار قاد دادن وایساده اونجا روزه میخوره، اونم ای کاش روزه میخوره، عرق میخوره وسط مارمزون. بعد هم یه نقش عارف هم بازی میکنه، نقش بازی کردن. خب میدونی ما چرا اسکار نگرفتیم؟ چون اصلا فیلم بازی نگرفتیم. خدا اشاره میگو ما فیلم بازی نکردیم. اگر فیلم بازی کنیم اسکار هم بهت میدن. اسکار که مهم نیست بیا وقت اسکار بخوای بهت میدن. اگه تونستی فیلم بازی نکنی یزدی ها یه مثالی دارم میگه فور هم یه حجاب باز نیشی میگم این آدم خوبیه. اما چرا بیشترین کشوری که توش سخنرانی خوب میشه کجاست؟ کجاست اشکال؟ جمهوری اسلامی ایران سلام الله علیه. شما 24 روز بشینید تمام این شبکه های ماهواره‌ای رو بالا پایین ببینید تو کدوم کشور بیشترین سخنرانی من فکر میکنم تو جمهوری اسلامی بیشترین ناهنجاری رو ما الان تو کشور تقریبا جزو کشورهای هستی تو صد جدول این دیگه. رئیس قوه محترم قضاییه، رئیس قوه محترمه قضاییه محترم آوردیم این وقت خودش فرمونده 15 میلیون پرونده وقت برای اینکه مثلا آخه خجالت من چیز خوبیه خدا شاهده. میگه این نشانه اعتماد مردم است به این قوه که 15 میلیون ما پرونده واقعا من تعجب میکنم شما این همین درس چجوری خوندی بس؟ این پس اگر مردم تو راهی همه تصادف کردن بردنشون بیمارستان بگیم خواه این نشانه اعتماد مردم هست به مراکز درمان. من چیکار کنم زری به من ندارم خون از دارم من کجا ببرم ببرم حوزه علمیه و جواب شفا بدارم خواه برم بیمارستان دیگه هر چون تو میزنی به جایی که بگیم آقا 15 میلیون پرونده که اگه هر پرونده دو طرف فقط داشته باشه من توی دادگاهی برای یه کاری رفتم واضی که باجه با پرونده داریم 28,000 شاکی داریم یه پرونده ما میگیم دو نفر داشته باشه نه بیزن هشت نفر کمیشه 30 میلیون شما بچه ها و پیرزن و پیرمرد ها و اینا رو که از حیز فعالیت اجتماعی خارج کنیم همون 30 میلیون آدم رو فقط از کل این کشور درگیر میگه از کل این سخنرانی چرا اثر میکنه؟ تو سخنرانی که اثر نداره که سر مثالی که زدین چی بود؟ پیغمبر اون خانم فرمود ببین تو بچه رو آوردی من سخن من اثر داشته باشه بهش میگم خورمان نخور من اگه صبح خودم خورده باشم ولو یواشکی خورده باشم ولو برای من ضرر نداره. ببینید حالا اثر تربیتی چقدر حساسه. پدر و مادر اگه میخوان بچهشون تربیت کنن نه پیش بچه دعوا نکنن نه پیش بچه دروغ نگن اون که خیلی واضحه تو خلوت خودشون هم نبایست وقت اون اثر بزن این رو ما آموختیم و اون وقت شما ببینید برای ما چه کردن که این بار عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم دست شفاعت هر زمان
بعد نیکنام یه عمر دنبال یه آدم خوب هم پیداش کنم دامنش رو بگیرم بگیرم تو کنم که هم این دعای توسل همیشه و اینجا دنیا باید بگرد یه علی پیدا کنه یه فاطمه پیدا کنه داره خوبانی داره من دیشب از آقای نلسون ماندلا خوبه آقای گاندی خوبه آبراهام لینکلن رئیس جمهور 16 آمریکا یه آدم خوبی بوده بعد داره رو برانداخته خوبان عالم خوبن ها ولی وقتی لول میره بالا خوبی به میکروسکوپ گذاشتن میرسه اپسیلون ها اونجا که تو دلت علی میگه به مالک سلام الله علیه میگه مالک اگه خواستی یه آدم بدی رو مجازات کنی لا تب جهنم به توبته تو دلت هم خوشحال میشه یه انسان یه خلافه حالا داره مجازات میشه خوشحالی آبروی آدم داره میره تو خوشحالی یه آدم خوش سابقه الان داره آبروش میره تو خوشحالی یه انسان خوشکه شده تو خوشحالی با ناراحتی مجازات باید بشه بالاخره خلافی شده جرمی شده ولی خوشحال نمیشه و تا میتوانی همونجا داره اگر تونستی کسی رو تبرئه کنی تبرئه کنی دنبال بهانه نباشی که مجازاتش رو شدید کنی دنبال بهانه باشی که از مجازات تبرئه‌اش کنی لا تسرعن الى بادرت وجدت منها مندوب دنبال یه سوراخ سوزن باش که بتونی یه بهانه پیدا کنی که اینو از مجازات برهانی مرز خوبی ها اینجا پیدا میشه که میگه تو چرا به این نابینا پشت کردی؟ عوض اول تولا خب آقا کور بود من داشتم با یه آدم حسابی این ورس و میگه باشه اون انسانه تو چرا به او بیترجایی کرد؟ تا این حد میگه بله تا این حد وقت به این مرز که میرسیم وقت همون حرف مولانا میشه غزلی که اول خوندیم که از دی بودت ملولم و انسان و اون انسان گفتن یافتی نشود جسته ای ما گفتن چه یافتی نشود آن آرزوز دارم دوستان آرزوی صحت و سلامت و موفقیت داریم به خانم ها عرض میکنیم این سرزمین بیشتر هوای شوهرشون داشته باشد بیشتر مراقبشون باشد به آقایون هم عرض میکنیم که قلب خانم هاشون رو اینجا بدونن و انشاءالله فرزندانی که اینجا میپرورن با لطف و عنایت الهی بچه‌های خوب و پاک و نازنین و مایه روشنی چشم شما قرار بگیره به قول یک دوستی میگو به قول قوه الهی میگو این چینیا این کانادایی ها اخیرا اعلام کردن ما پارسال 1,000,000 شغل ایجاد کرد اینا بدون قول قوه الهی 1,000,000 شغل ایجاد میکنن نسلین جمهوری اسلامی مرتب میگن به قول قوه الهی ولی از کاری هم نمی کنن شب شما به قول قوه الهی بتونیم بچه ها رو آیه روشنی چشم خودتون تربیت کنید من که حالا شب نمیدن شما هستم و مرخص میشید و از شما هم حلالیت میکنم مرخص میکنم ولی فکر میکنم با من همین جمع ها این قول شما کامیونیتی ها این خیلی مرخص است یک مأمن، یک پناهگاه، یک مجموعه مبارکی است و از این سرزمین قابل میشه ولی اونی که سخنران خاصی نداشتیم خودتون دور هم میشیم یک آیه قرآن هم دیگه رو ببینید از احوال هم اون خانم به اون خانم بگه رسول دهرا خانم اون بگه مریم خانم بگه زنگ بزنیم دهرا خانم نبودیم علی آقا جوز تو جلسه نیامدی بگه مثلا خسته بودم کار داشتم اشکال نداره انشاءالله حقیقت جلسه داری میبینی که او تشکیل بشه چون به قول مولانا اندک اندک خوش میگردد نهار اندک اندک میستانن آن جهان اینجا آروم آروم آدم رو قرار میکنه اما اگر شما آهن روای جمعیتتون قوی باشه همین که یه مقدار آهن زنگ نزده تو هر خانم یه اومد قدم نگو خانم باید روسری نه آره یه خانم اومد روسری هم زدش نبود اشکالی نداره
اینجا اشغال نداره، اینا ما را اگه بود ما کشت ارشاد میفرستیم خلاصه حسابشون رو دستشون بزنیم. اینجا هر کس آمد قدمش خیر مقدم است، باید قرب بیند و بر صرف میشیند. این به عنوان یک توصیه برادرانه خدمت همه شکل مثلا با محمد و آل خواهد.